سلام، وقت شما بخیر. به برنامه موج از آمو خوش آمدید. تغییر مسیر تعامل جهانی با طالبان و نشست زنان افغانستان با دبیر کل ملل متحد. روز پیش شماری از زنان کشور با آنتونی گوترش دبیر کل ملل متحد در حاشیه بزرگترین نشست جهانی یعنی مجمع عمومی ملل متحد دیدار کردند. آقای گوترش از قانون تازه طالبان انتقاد کرد و گفت که این قانون سرکوبگر بودن طالبان را ثابت میکند. وزیر دولت قطر هم رویکرد طالبان را غیر اسلامی خواند و روزماری دی کارلو معاون دبیر کل ملل متحد گفت با رویکرد طالبان خطر توقف نشست های دوحه وجود دارد. با این حال اهمیت برگزاری نشست چیست؟ دیدار دبیر کل ملل متحد با زنان کشور چه پیامی را به طالبان میرساند و مهمترین پیام زنان کشور در این نشست به جهان چی بود؟ در موج امشب من عبدالمطلب فراجی با مهمانانم نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد و شاهگل رضایی عضو پیشین مجلس نمایندگان به این موارد میپردازیم. خانم رضایی فعلا در برنامه با ما وصل هستند. خانم رضایی خیلی خوش آمدین به بس. میخوایم از همینجا شروع بکنیم که زنان، شماری از زنان افغانستان با دبیر کل ملل متحد دیدار میکنند. در حال است که دبیر کل ملل متحد در نشست دوحه حاضر نشد که با طالبان دیدار بکنه. در نشست دوم هم که طالبان در نشست هم که طالبان دعوت شدن، خود آقای گوترش به نشست حاضر نشد و معاونش نشست را رهبری کرد. پیامی را که این کار آقای گوترش برای طالبان میرسانه چی است و اهمیت این نشست به نظر شما در چه جایگاهی قرار داره، چه اهمیتی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، ما به این باور هستم که هر نوع اقدامی که در راستای بلند کردن صدای زنان افغانستان، صدای مردم افغانستان در مجموع و به خصوص صدای زنان افغانستان صورت میگیره باید حمایت شود. تلاش هایی که توسط زنان افغانستان توسط نهادهای مثل سازمان ملل و بقیه نهادها صورت میگیره باید مورد استقبال قرار بگیره. حضور دبیر کل سازمان ملل در نشست و پیام بسیار صریحی که داشت بیانگر ایه که سرمنشی سازمان ملل در رابطه با تعاملی که از آدرس سازمان ملل با طالبان وجود داشته تا حالا و تعاملی که میان دنیا و طالبان شکل گرفته ناراض است و به صراحت قانون امر به معروف و نهی از منکر را در واقع نقض همه تعهدات طالبان و مانع جدی برای ادغام افغانستان به جامعه بین المللی مطرح شد. حداقل موضع سرمنشی سازمان ملل بسیار جدی بود و سریع. اما چیزی که ما باید داشته باشیم، ما به نظر مهمه که در کنار این که از همه تلاش هایی که توسط زنان افغانستان، توسط مردان، توسط نهادها، توسط جنبش های فعال صورت میگیره باید استقبال شود، ولی در عین زمان فراموش نکنیم که ما یک رویکرد همه جانبه نسبت به قضیه افغانستان باید داشته باشیم. بحث زنان در افغانستان جدی ترین مشکل امروز جهان در شوق قرار داده با قوانین مثل امر به معروف و نهی از منکر و محدودیت های بی پایان و غیر قابل توجیهی که متاسفانه میشه محدودیت های قرن حجری بر زنان افغانستان نامید. اینا واقعا قابل نگرانی است و مشکل جدی در عرصه یک افغانستان دستیابی و یک افغانستان مترقی میتونه قلم داد شود. اما در عین حال تأکید این نقطه هم مهمه که ما باید یک تصویر کلی تری از افغانستان داشته باشیم. مشکل زنان افغانستان محدودیت های وضع شده و غیر انسانی که بر زنان و حقوق و آزادی های زنان در نظر گرفته شده غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه است. اما در عین زمان یک بخش از مشکل افغانستان، نه همه مشکل افغانستان. ما برداشت کردم متاسفانه از چند وقت به این طرف برداشت های وجود داره که یک رقم تلاش های وجود دارد که تنها بحث زنان افغانستان برجسته ساخته شود و مشکل طالبان با افغانستان خلاصه شود با مشکل زنان. باور ما این رسیدگی به مشکل زنان یک اولویت بسیار جدی است، ولی در کنار آن حاکمیت طالبانی با طرز فکر و ایدولوژی که بر افغانستان حاکم ساختند، نقض گسترده حقوق بشر شامل حقوق مردان افغانستان، حذف اقوام و گروه های قومی از افغانستان، محدودیت هایی که بر آزادی های مذهبی وضع کرده، اصلا عدم پابندی طالبان به هیچ یک از کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که سبب شده که نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شاهد باشیم، اینا همه مواردی است که در یک تصویر کلی تر ما باید ببینیم. اظهارات آقای گوترش اظهارات جدی بود، ولی در عین زمان فراموش نکنیم که باز توسط معاون سازمان ملل کاربردی که به کار گرفته شد در کنار بقیه مباحث کلمه یا اصطلاح بیشتر، حکومت بیشتر همشمول،
بیشتر همشمول یعنی چی؟ یعنی این که فعلا طالبان یک حکومت همشمول را نسبتا تشکیل داده، فقط تلاش صورت بگیره که مشکل زنان افغانستان به یک شکلی یا با مدرسه، البته نام نبرد مدرسه بازی، مشکلات حل شوه، ولی بیشتر همشمول ساخته شوه، که این به نظر من این بحثام یک مقدار در کنار تلاش هایی که در عرصه حقوق زنان در عرصه به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی مطرح میشه، تلاش هم صورت بگیره که یک تصویری کلی و همه جانبه از مشکلات افغانستان ارائه شوه و توجه جهان به تصویر کلی تری. چه فکر میکنین خانم رضایی؟ فکر میکنین که خانم هایی که از افغانستان در اینجا اشتراک کرده بودن در این نشست، چون همینا به نمایندگی از افغانستان رفتن اشتراک کردن و صحبت کردن در اونجا با دبیر کل ملل متحد، فکر میکنین که همین مواردی را که شما گفتین یک چنین پیام واضحه برای از اینا داشتن؟ براساس چه چیزهایی در اینجا گفته شد که از وضعیت اساسی و اصلی افغانستان نمایندگی بکنه و نشان بده که چه چیز جریان داره؟ خب قضاوت ما روی صحبت های افراد شاید نامناسب باشه، صحبت های خوبی صورت گرفت، موضوع گیری های بعضی از موضوع گیری های قاطع صورت گرفت، ولی بعضی از عرصه های مثلا در راستای حذف اقوام یا تصویر کلی تر از افغانستان، فکر از اون جایی که ایر به عنوان یک نقیصه نه به عنوان یک پیشنهاد میخوایم داشته باشیم، این که از اون جایی که بحث منحصر به زنای افغانستان بود، ممکن تمرکز بیشتر روی زنا بود، در حالی که ما بحث قوچ های اجباری، بحث مثلا موضوعات دیگری که بر اقوام افغانستان تحمیل میشه، حتی امروز ما تصور عمومی این، البته ما میخوایم که تکرار کنم که ما تلاش های زنان افغانستان را و صداهایی که توسط زنان افغانستان مطرح میشه قابل حمایت میدانیم، ولی در عین زمان اگر یک مقدار تصویر کلی تر ارائه شوه به سود آینده افغانستانه، چون تصور ما است که اگر دنیا در تلاش ایجاد یک راه حل نسبی تنها مثلا به نام زنان افغانستان باشه، مثلا به عنوان مثال اگر فرضیه های مثل مدرسه سازی رو جایگزین مکتب یا تلاش های غیر تکمیلی یا تلاش هایی که همه جوانب رو در بر نمیگیره به صورت ناقص عمل کنه، باز هم مشکل افغانستان حل نمیشه. تصور ما ایست که مشکل افغانستان با یک نگاه عمیق‌تر، مشکل زنان افغانستان در رأس همه مشکلات است، ولی در عین زمان مشکلات افغانستان به صورت همه جانبه تر و دقیق تر با همه جوانب باید طرح و پیگیری شود تا افغانستان به یک ثبات دائمی برسد. بله. در همین نشست خانم عبیبی سرابی از موضوعی که شما گفتین یاد کرد، گفت که بحث ای که طالبا در افغانستان در قدرت هستند، القاعده در اونجا حضور داره، داعش، القاعده و داعش گفت که برادران یکدیگه هستند، گفت که بحث مدرسه سازی طالبان که شما بهش اشاره داشتین، طالبان با مدرسه سازی دارن شستشوی مغزی میکنن نسل بعدی کشور را، این موارد را هم بهش پرداخته شد. دقیقاً بحث ما همین است که تاکید ما یا پیشنهاد ما همین بوده در همه موارد که منحصر کردن قضیه زن افغانستان، قضیه کلی افغانستان به تنها قضیه زنان افغانستان در آینده مشکل ساز نیست. به همین خاطر که ما همیشه تاکید ما این بوده که یک تصویر کلی تر ارائه شود. این تصویر شامل حذف اقوام از بدن ساختار میشه، شامل کوچ های اجباری میشه، شامل غصب ملکیت های مردمی که هیچ گونه دادگاهی به خاطر رسیدگی به دایه های آنها وجود نداره میشه، و شامل کشتار بیرحمانه ای که بر نظامیان پیشین افغانستان تحمیل میشه و محکمه های فراقانونی، همه این موارد در یک تصویر کلی تر میشه که قابل بحث باشه. ولی در مجموع من باز تاکید دارم که از هر نوع تلاش و از هر نوع صدایی که در راستای حمایت از مردم افغانستان به خصوص زنان صورت میگیره باید حمایت و قدردانی. ممنون خانم رضایی. آقای فایق شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. اولویت های جهان بر فعلا در افغانستان چی است؟ آیا در این نشستی را که دیروز با شمار زنان کشور صورت گرفت واضح بود که چی اولویت های را جهان برای افغانستان امروزی زیر اداره طالبان داره؟ شما و بینندگان محترم تلویزیون شما، اولویت های جهان تقریبا از 3 سال بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بسیار واضح و روشن است. پس از سقوط جمهوریت و تحت کنترل در آوردن افغانستان توسط طالبان و به وسیله زور و از طریق نظامی، وضعیت اوضاع بشری، اقتصادی، اجتماعی
و سیاسی و امنیتی کاملا در افغانستان بر هم خورد و یک فعلا هم گزارش آخرین گزارش را که نماینده خاص منشی عمومی به شورای امنیت ارائه کرد یک تصویر بسیار تاریک را از افغانستان ارائه میکنه و این بیانگر ازی است که هم وضعیت بشری و انسانی بسیار در افغانستان ناگوار است، از لحاظ اقتصادی افغانستان با یک رکود مواجه است، از لحاظ اجتماعی تمام حقوق و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران کاملا به صورت سیستماتیک سلب شده و محدودیت ها روز به روز نهادی نمیشه توسط فرمان ها و قوانین را که طالبان وضع میکنند، و یا از لحاظ سیاسی یک بنبست سیاسی به خاطر یک عدم موجودیت یک دولت مشروع ملی و بین المللی که بتانه پاسخگو باشه با این چالش ها و بتانه مردم افغانستان بحران بشری که ایجاد شده، بیکاری، فقر، ناامیدی و تخطی حقوق بشر که به صورت سیستماتیک از طرف طالبان صورت میگیره، اعدام های خودسرانه، شکنجه و زندانی نمودن نیروهای امنیتی پیشین و کارمندان دولتی و دولت پیشین، این مسائل هست که واقعا هم در محور بحث ها قرار داشته. جدا از او مسائل نگرانی های امنیتی که در افغانستان از ناحیه افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان از طرف کشورهای منطقه و کشورهای جهان مطرح شده، حضور نیروهای گروپ های تروریستی خارجی در افغانستان است و تهدیداتی که میتونه هم افغانستان و هم منطقه را صلح و ثبات شد بر هم بزنه، این وجود داره. موضوعات مواد مخدر، موضوعات قاچاق انسان و مسائل دیگری که هم نگرانی هایی است که از طرف منطقه مطرح شده، ولی در کل بحران افغانستان یک بحران تنها بشری نیست، بلکه یک مجموعه از چالش های سیاسی، اقتصادی، امنیتی که سرمنشه از او از لحاظ سیاسی چون تفاوت دیدگاه مختلف در سطح بین المللی در قضیه افغانستان و با در مورد چگونگی با چگونگی تعامل و برخورد با طالبا و چگونگی حکومت بتن که این سیاست این مسئله نیست که همیشه درست اما هم مورد بحث درست. اما در نشست شورای امنیت که گزارش یونما را بررسی کردن به قضیه افغانستان پرداخته شد، حتی کشورهای حامی طالبان به شمول چین و روسیه هم دیگه از طالبان چیزی نداشتند که ازشان دفاع بکنن به کارهایی را که اینا کردن با قانونی را که اینا داشتن. مثلا قطر هم که الان دفتر سیاسی طالبان در اونجا است و کل مذاکرات طالبان با امریکا در اونجا صورت گرفت و اولین کس است نخست وزیر قطر که رهبر طالبان را گفته دیده، اینا هم میان امروز در نشستی که بازنان افغانستان دارن میگن که کاری را که طالبان میکنن غیر اسلامی است. آیا این حرف هایی که حداقل در این چند وقت داره رد بدل میشه به لحاظ دیپلماتیک در سطح جهان و در برابر افغانستان، فکر میکنین که نشان دهنده یک تغییر مسیر جهان در برابر طالبان است یا در تعامل با طالبان است؟ دقیقا ناامید شدن کشورهایی که خوشبین بودن با ایده که طالبان تغییر کردن و شاید اینا بتونن امیدواری هایی را که به صورت از طرف بعضی از در هنگام مذاکرات و از طرف بعضی لابیست ها های طالبان مطرح شده بودی که طالبان تغییر کردن، واقعا ده 3 سال کشورهایی را که حتی حامیشان به خوشبین بودن هم مایوس ساخته و این ناشی میشه از سیاست ها و از عمل کرده های طالبان هست. این چیزی است که هم در سخنرانی های کشورهای عضو شورای امنیت به صورت واضح مطرح شد، تا زمانی که این سیاست ها را اینا حذف لغو نکنن و تا زمانی که در عمل ثابت نسازن که طالبان واقعا میخوان مطابق به مو تعهدات و مکلفیت های بین المللی که افغانستان عضویت از را داره میثاق ها و کنونسیون ها به ویژه در قسمت حفظ و احترام حقوق بشر که یکی از ارکان اساسی یا یکی از پرنسیپ های اساسی منشور سازمان ملل متحد است و تمام بحث هایی که در مجمع عمومی در شورای امنیت صورت میگیره بر محور از اون میچرخد، تا این مسائل اینا احترام نکنن و واقعا با یک روحیه حسن نیت
با خواسته های مشروع مردم افغانستان و همچنان کشورهای منطقه و کشورهای مهمی که در افغانستان در زیر دخیل هستند تمکین نکنند و با حسن نیت همکاری نکنند و به خاطر دریافت یک راه حل سیاسی. من فکر میکنم این وضعیت فعلی متاسفانه ادامه خواهد داشت و بیشتر باعث انزوای افغانستان هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ در سطح پلتفرم های بین المللی خواهد شد. ولی طالبان را خب تا هنوز کشورها به رسمیت نشناختن و کرسی افغانستان در ملل متحد هم یکی از موضوعاتی است که سر صحبت میشه. روز گذشته هم در برنامه یکی از مهمانان حرفشانی بود که کرسی افغانستان تا جایی را هرچند که خالی نیست اما چون صحبت در اونجا نمیشه خالی است. میخوایم از شما در این مورد بپرسیم، صحبت های در این مورد وجود داشته که کرسی افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد خالی است و کسی در اونجا حضور نداره، در این مورد اگر کمی بپردازین که چگونه است، آیا کرسی خالی است، آیا شما در اونجا حضور دارین؟ ببینین در قسمت از اینکه نقش افغانستان در سازمان ملل متحد و در مجمع عمومی در شورای امنیت ما حضور داریم، در بحث ها همیشه اشتراک کردیم، همیشه خطابه های را ایراد کردیم، صدای مردم افغانستان هم مشکلات و چالش ها را به ویژه در قسمت حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق اقلیت ها بسیار به صورت واضح مطرح شده. حال زمان از این است که جامعه جهانی سازمان ملل متحد در رأس از او واقعا با یک حسن نیت و با یک اراده سیاسی قوی بین المللی، نه به خاطر منافع خودشان بلکه به خاطر منافع جمعی و مشترکی که هم از ناحیه افغانستان و هم از ناحیه بحرانی که از افغانستان ناشی شده، که بحران مهاجرت است، بحران اقتصادی است و اینا مجبور هستند که باید اراده قوی در قسمت افغانستان واقعا مطابق با منشور و اهداف سازمان ملل متحد اقدام کنند. بحث واقعیت امری است که افغانستان 3 سال به پس از سقوط جمهوریت و قدرت رسیدن نظامی طالبا واقعا افغانستان از صحنه بین‌المللی حذف شده، از بحث‌ها حذف شده و واقعا افغانستان به انزوا کشانیده شده. به خاطر دلیلش این است که تا زمان یک حکومت مشروع ملی ایجاد نشه که در اونجا واقعا دولتی که بر اساس اراده مردم با داشتن با تعهد کامل با تمام حقوق و مسئولیت ها و مکلفیت های بین المللی هم در قسمت اتباعش مسئولانه در سطح بین المللی با خشمنیت همکاری را آغاز نکنه، من فکر میکنم همیشه بحث افغانستان منعیس یک بحث کشوری که در دچار بحران است و همیشه چالش ها مطرح میشه و نگاه بسیار دلسوزانه و به خاطر کمک های مقطعی و برای رسیدگی به بحران بشری خود بود که محصر نیست و خانم رضایی در مورد صحبت های به خانم دیکارلو شما صحبت کردین، فکر میکنین که خب اینا از بحث امکان از این که نشست های دوحه متوقف شوه صحبت کردن، از یک طرف نشان دهنده از این است که اینا از طالبان ناامید شدن از روی کرده را که اینا در پیش گرفتن، چون میگن که امکان از این که نشست ها متوقف شوه وجود داره، از طرف دیگه بعد میان میگن که یک حکومت به اصطلاح چیزتر یک حکومت همه شمولتر ایجاد بکنن طالبان، به نظر شما چرا این دوگانگی در گفته هایشان وجود داره؟ برداشت نیست که ما مردم افغانستان چند بار قربانی خود خوشبینی های خود شده که نمونه بسیار واضحش ایه که در سال 2021 اتفاق افتاد و مذاکرات که در سال 2020 مثل که شکل گرفت، در اواخر 2020 بین گویا دولت افغانستان و طالبان شکل گرفت، مردم افغانستان قربانی برخورد های خوشبینانه شد و متاسفانه وضعیت به اینجا کشید. ما برداشتیم از وضعیت است که یک بار دیگه ما میریم که یک مقدار فضا رو خوشبینانه تحلیل کنیم و باز هم پیامدی بر خردهای خوشبینانه ممکنه برای مردم افغانستان سنگین باشه. ما چیزی که واضح شنیدم اینه که در اول سخنرانی ها معمولا ادبیات بسیار خوب در محکومیت از اقدامات طالبان، در محکومیت از تصویب و فرمانهایی که بر علیه زنان بر علیه آزادی های مردم صادر میشه، ولی در آخر جنبندی صحبت های مقامات بین المللی بیشتر به اینه که چاره وجود نداره جز این که با طالبان تعامل بیشتر صورت بگیره و ما باید مسیر رو طی کنیم. ما جریان سخنرانی هایی که بعضی اوقات در شورای امنیت صورت میگیره توسط بعضی از کشورها، عملا ما فراموش نکنیم که بعد از دوحه سوم
دو تا کمیته کاری که یکی در مورد مبارزه بر علیه مواد مخدر و دیگری حمایت از تجارت های کوچک به یک شکلی در بیرون در فضایی که افکار عمومی به او دسترسی نداره میان طالبان و بعضی از کشورهای جهان جریان داره. عملا نماینده کشوری در شورای امنیت در حال اقدامات طالبان را محکوم میکنه و مورد سرزنش قرار میده که پشت صحنه ملاقات جدی و مقامات ارشد طالبان در دبی، امارات متحده، قطر و بعضی کشورهای دیگر داره. بنابراین من چیزی توصیه ما و همیشه وقتی گفتیم تصویر کلی تر اینه که نباید موضوعات مثل بحث زنان افغانستان یا موضوعات مثل بحران بشری، فقر و گرسنگی سبب شود که افغانستان دوباره قربانی خوشبینی خود شود. ما یک بار نه چند بار قربانی از خوشبینی برخورد خوشبینانه شدیم، نباید بیشتر از این قربانی برخوردهای خوشبینانه شدیم. واقعیت ها را آنچه که هست باید ببینیم. درست. در این نشست شما را از خانمایی که به شمول یک هنرپیشه سینمای هالیوود حضور داشت در اینجا و صحبت‌های داشت در مورد زنان افغانستان، گفت آنچه که بر زنان در اینجا در افغانستان زیر دوره طالبان می‌گذره، حتی حقوقشان کمتر از یک حقوق یک گربه است که اونا میتونه آزادانه قدم بزنه، اما زنان حضور ندارن. اینا را من مگه شما نمایشی میدانید؟ البته ما اصطلاح نمایشی به کار نبردم، اگر متوجه شده باشین من حرفی می بود که از هر نوع صدا و استیجی که به خاطر بلند کردن صدای مردم افغانستان به خصوص زنا برابر میشه باید حمایت و استقبال شود، ولی حمایت و استقبال نباید به قید و شرط باشه آنچنان که در 2020 حمایت به قید و شرط شد و نتیجهش سقوط افغانستان به کام بنیادگرایی بود که مردم افغانستان و جهان را به بحران کشانده. بحث ما اینه که اقدامات باید حمایت شود، ولی در عین حال با چشمان باز ناظر بر وضعیت باشیم که نه حقوق زنان نه محرومیت به نام بحران بشری نباید سبب شود که دنیا در بازی دوگانه مردم افغانستان را سوق بده به طرف عادی سازی شدن یا عادی سازی طالبان و عادی سازی حکومت طالبانی بر مردم افغانستان. بسیار زیاد تشکر خانم رضایی. آقای فایق، به نظر شما، خب نظر به صحبت را که خانم رضایی داشتن، اگرچه با چشمان باز آدم بخواهد ببینه، آن چی که قدم بعدی پس از این نشست ها باشه چی خواهد بود برای زنان افغانستان؟ خواست های بسیار کلانی را مطرح کردن زنان، به شمول برسمیت شناسی و آپارتاید جنسیتی در افغانستان و موارد دیگه ای که مطرح شده، از بحث حضور تروریسم، رابطه القاعده با داعش، رابطه القاعده با طالبان. این موارد است که همگیشان مطرح شده و جهانی را میفهمه، خودشان هم قانون طالبان را نقد کردن. اما قدم بعدی چی است؟ قدم عملی را که اینا خواد برداشتن؟ هستم که هر نوع صدا و تلاش هایی که و هر ابتکاری که در او منافع مردم افغانستان و در حفاظت از حقوق و آزادی های اساسی اتباعی افغانستان به ویژه زنان و دختران اقلیت ها باشه ما استقبال میکنیم، ولی ما هم ملاحظه ما این است که باید تمام تلاش ها و ابتکارهایی را که صورت میگیره باید به مالکیت خود افغان، یعنی خود خانمای افغان باشه، و ما فعلا به اون مرحله رسیدیم که زنان افغانستان در هر جای در هر نقطه دنیا که هستن، چی در داخل و چی در بیرون، بسیار شجاعانه از حقوق و آزادی های خود هم در چارچوب اسلام و همو ارزش های اسلامی و هم در چارچوب قوانین بشری بسیار به صورت واضح دفاع کردن و واقعا تانستن که صدای رسای خود را در تمام مجامع بین‌المللی برسانند. ولی نگرانی من این است که نباید از موضوع زنان افغانستان استفاده ابزاری به خاطر عادی سازی روابط صورت بگیرد و نباید موضوع بحران بشری افغانستان بهانه به خاطر عادی سازی روابط و یا بدون رسیدگی به محل اساسی مسئله افغانستان که یک مسئله بسیار وسیع است، هم از بعد سیاسی موضوع مشروعیت، موضوع نوعیت نظام، حاکمیت قانون، عدالت، آزادی و تمام ارزش های شهروندان افغانستان تا زمانی که به این برستگی نشه و مشروعیت خودش مسئلهش حل نشه و طالبا با این سیاست ها و این اقدامات را که اینا اتخاذ کردن در مورد اتباع افغانستان و صورت و تمکین نکنن، این فکر میکنم که بسیار تن و بسط شعار ما نمیتونیم. فکر میکنیم که همین خواستایی که شما مطرح میکنین
با به اصطلاح برگزاری یک چنین نشست های عملی باشه یا پس از این یک چنین تصمیم گرفته شود که به صورت عملی به این موارد بپردازند؟ هدف ما هی است که در صورتی که ابتکارا صورت میگیره باید واقعا به خاطر رسیدگی به مسئله زنان افغانستان و تمام ادوای افغانستان و مسئله اساسی افغانستان باشه، نه به شکل مقطعی و صرف هدف تنها موضوع حقوق زنان و یا مکاتب نیست. موضوع افغانستان بسیار وسیع است و باید از یک دریچه بسیار وسیع به این مسئله دیده شود و کشورهای منطقه واقعا با حسن نیت و جامعه جهانی با یک اراده سیاسی قوی به خاطر ارائه حل اقدام کنند و تعامل و یک راهکار منسجم را اتخاذ کنند. من فکر میکنم این میتونه که ما را امیدوار بسازه. در غیر از او ما شاهد هستیم که همیشه صحبت ها بسیار به صورت پیام های قوی از جانب ملل متحد کشورهای عضو شورای امنیت مطرح شده، ولی در هنگام عمل متاسفانه اراده سیاسی وجود نداشته. بسیار زیاد تشکر مهمانان گرامی، آقایان فایق و آقای فایق و خانم رضایی از ظهور شما در برنامه. بیننده های عزیز تشکر از شما هم که تا این دم بیننده برنامه ما بودید. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.